تابع PPMT که در واقع معرف Principal Payment هست برای محاسبه اصل پرداخت برای یک وام استفاده میشه. برای استفاده از این تابع از دو روش میتونیم استفاده کنیم. روش اول در نوار ریبون سربرگ فرمولا در گروه فانکشن لایبرری، اینجا بر روی فلش روبه پایین فننشیال کلیک میکنیم و با حرکت دادن قرطک وسط موز اینجا میتونیم به تابع PPMT معرف Principal Payment هست دسترسی داشته باشیم. آرگومان هایی که وجود داره آرگومان Rate که نرخ بهره وام سالیانه است، آرگومان Per که در واقع دوره مشخص که مقدار پایه یا اصل وام رو براش تعیین میکنیم، Npair Number Period دوره پرداخت اقساط بر حسب ماه رو مشخص میکنه، PV مقدار ارزش فعلی و آرگومان FV ارزش آتی سرمایه گذاری و با استفاده از آرگومان تایپ هم که در حالت پیش‌فرض عدد 0 و در حالت بعد میتونه عدد 1 رو داشته باشه میتونیم مشخص کنیم که زمان پرداخت وام آیا بلافاصله پس از دریافت وام برای اولین پرداخت یا یک ماه پس از دریافت وام باشه. اگر یک ماه پس از دریافت وام باشه عدد 0، در غیر این صورت عدد 1 رو قرار میدیم. کلید اسکیپ رو فشردم. ابتدا جدول رو کامل میکنیم. نرخ بهره وام سالیانه رو اینجا میایم براش 12% یا همون 1200 من اینجا قرار میدم برای اینکه به درصد داشته باشیم. در این سلول کلیک چپ در سربرگ هم در گروه نامبر اینجا بر روی پرسنت استایل، پرسنت یعنی درصد، استایل یعنی سب کلیک میکنیم. دوره پرداخت اقساط بر حسب ماه رو اینجا لازم داریم، میایم 48 ماهه. مقدار ارزش فعلی رو اینجا میایم براش 30,379,168 در نظر میگیریم. حالا برای اینکه اونو به اسم ریال داشته باشیم در اون سلول کلیک چپ میکنیم 30,379,168 ریال. در سربرگ هم در گروه نامبر اینجا برای فلش رو پایین اکانتینگ نامبر فرمت ریال رو انتخاب میکنیم و با استفاده از ابزار دیکریز دسیمال صفرهای اعشار اون رو حذف میکنیم. ارزش آتی سرمایه گذاری رو اینجا 0 و زمان پرداخت رو هم 0 برای محاسبه اصل پرداخت یا همون تابع PPMT یا Principal Payment از قبل باید دوره مشخص که مقدار پایه یا اصل وام رو تعیین کنه قرار بدیم، عدد 1 رو قرار میدیم. میخواییم ببینیم که در اولین پرداخت چه عددی مربوط به اصل وام میشه. در سلول A691 اینجا کلیک میکنیم، عملگر مساوی رو قرار میدیم و تابع PPMT بر روی FX اینجا دوبار کلیک چپ میکنیم. ریت رو از ما میخواد، نرخ بهره وام سالیانه 12% تقسیم بر 12، دوره پرداخت اقساط رو از ما میخواد، اینجا باید 1 رو انتخاب کنیم، ویرگول. Npair دوره پرداخت اقساط به حسب ماه رو میخواد، 48 ماهه، ویرگول. مقدار ارزش فعلی رو میخواد، انتخاب میکنیم، ویرگول. آرگومان های FV و تایپ، اینها آرگومان هایی هستن که در اون برکت مربعی قرار دارن، میتونیم حتی از اونها استفاده نکنیم و همون حالت پیش فرضشون استفاده بشن. ارزش آتی یا FV رو 0، ویرگول. و زمان پرداخت رو 1 ماه پس از دریافت وام قرار میدیم و اینجا برکت رو میبندیم و کلید انتر رو میفشاریم. اینجا اومد محاسبه اصل پرداخت رو برای ما حساب کرد. میبایست مقدار ارزش فعلی رو منفی قرار میدادیم، منفی 30,379,168. این محاسبه اصل پرداخت هست که حالا اگر در سربرگ هم در گروه نامبر اینجا با دکریز دسیمال اون اعشار اون رو حذف کنیم، محاسبه اصل پرداخت اینجا داره میگه که از قسطی که پرداخت میشه مبلغ 496,208 ریال مربوط به اصل پرداخت و مابقی مربوط به سود پرداخته.